آقا خیلی خبر هست، خیلی شلوغ پلوغ میشه و خلاصه نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. فکر میکنم مهمترین موضوعی که الان هست این داستان این بیانیه 32 نماینده راستگرا، خودشون همه راستن، البته دولت راستگراست در اونجا، خیلی هم راست در اسرائیل، ولی اینا یه مرتبه نمیدونم چطور شد که یه بیانیه دادن که بعد آذربایجان جنوبی اینجور و اونجور، ولی بعدا 25 نفرشون امضا رو پس گرفتن. خواستم نگاه شما رو اساسا به این ماجرا بدانیم، ببینیم که چون خیلی پرسیده بودن اول این رو پرسیدم تا بشنم. بفرمایید. ببینید آقای بهبهانی، اول از اون که موضوع به اصطلاح آذربایجان جنوبی و این نقشه های تجزیه طلبانه که برای ایران هست که جدید نیست، در سالهای اخیر هم تلاش های صورت گرفته با تحرکات دولت های خارجی به ویژه دولت آذربایجان و همچنین دولت های دیگه‌ای که مطامعی رو نسبت به خاک ایران دارن، ما شاهدش بودیم. ولی بیایم نگاه کنیم ببینیم که چرا یهو تو این موقعیت یه همچین بیانیه‌ای صادر میشه یا همچین تلاش های صورت میگیره. اگرچه یک خاخام باکویی که در باکو مستقر هست و ریشه گرجی داره پشت این ماجرا بوده، خاخام یهودی و پشت این ماجرا بوده و تونسته این امضاها رو بگیره، اما چرا قبلا نه؟ خب چرا این کارو میتونستن 6 ماه پیش بکنن، میتونستن 6 ماه بعدم بکنن، ولی چرا درست بعد از سفر موفقیت آمیز شاهزاده رضا پهلوی این کار صورت گرفته؟ کاملا مشخصه که نیروهایی هستن، قدرتهایی هستن که به شدت در هراس هستن و همونجوری که قبلا هم گفتم سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر بسیار موفقیت آمیزی بود. از واکنش هایی که صورت میگیره، از جمله همین موضوع بیانیه‌ای که صادر شده بوده، ما میتونیم نتیجه بگیریم که این سفر موفقیت آمیز بوده، وگرنه دلیلی نداشت چنین کاری صورت بگیره. هر موقع دیگه میتونست این کار صورت بگیره. بلافاصله بعد از این ماجرا اهمیت موضوع رو میرسونه. خب این اولین مسئله است. خب ما میبینیم که بلافاصله با واکنش سریع شاهزاده رضا پهلوی مواجه میشه و بیانیه‌ای که ایشون صادر میکنن و موضع به نظر من بسیار هوشیارانه‌ای که اتخاذ میکنن باعث میشه که دولت اسرائیل وارد ماجرا بشه، وزیر اطلاعات دولت اسرائیل وارد ماجرا بشه و این 25 نفر از اونها، میگن یه نفر دیگه هم در واقع هست که هنوز که این کار نکرده، ولی در هر صورت همین 25 نفری که شما گفتید امضای خودشون رو پس میگیرن، پس با یه بیانیه میشه با 7 امضا. ببینید من این رو قبلا خدمتتون بگم، در خود من بارها پیشتر هم توضیح دادم، در خود امریکا، در نهاد قدرت، در میان جمهوری خواهان شاهزاده رضا پهلوی و تلاشای ایشون دشمنهای بزرگی داره، دشمنهای زیادی داره، بسیاری تلاش میکنن که دشمنان ایشون این تئوری نادرست و نابجا رو به جا بیاندازن که گویی قرار رهبرتراشی بشه، گویی آمریکایی‌ها در صدد رهبرتراشی هستن، در حالی که ما میبینیم در خود امریکا و در میان حتی حزب جمهوری خواه کسانی هستن که در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی از چیزی فروگذار نکردن. بنابراین میتونه همین در دولت اسرائیل، در جیان اسرائیلی ها هم یک همچین زمینه هایی وجود داشته باشه که ما اینو به این ترتیب میبینیم و تلاش میکنه که سد و مانعی ایجاد بکنه در راه موفقیت هایشون. ببینید وگرنه همه ما میدونیم این بیانیه بیانیه پوشالیه، همه ما میدونیم که این بیانیه به هیچ وجه کارساز نیست و هیچ آبی ازش گرم نمیشه. ولی بعد ببینید این مسئله، میخوام این مسئله دیگه رو عنوان کنم، چرا این کار صورت میگیره؟ چیزی که یه بیانیه فقط بیبو و خاصیته و هر کسی که در امر سیاست بوده باشه میدونه که این بیانیه جدی نیست، ولی از یک جا فقط این تأثیر داره و اون هم اینه که تلاش های شاهزاده رضا پهلوی یا سفر موفقیت آمیز او در اسرائیل رو در حاله ای از ابهام فرو ببره یا سوالاتی برش ایجاد بکنه. این مسئله رو باید توجهش داشته باشیم. ولی خب میبینیم در مقابل این موضوع همه اون کسایی که خودشون رو خیلی مدافع ایران و ایرانیت و نمیدونم اینها جلوه میکنن ساکت میمونن، هیچ اعتراضی نمیکنن، سکوت میکنن.
حتی در میان کسانی که در همون ائتلاف جورج تاون بودن، آقای حامد اسماعیلیون هیچی نمیگن، اصلا انگار اتفاقی نیفتاده. خانم مسیح علی‌نژاد هیچی نمیگه، یا آقای مهتدی هیچی نمیگه. چرا نمیگن؟ به خاطر اینکه اینا متحدینی دارن در میان اتفاقا تجزیه طلبان، و اینا روی تجزیه طلبها حساب کردن. به همین دلیل هست که سکوت میکنن، محکوم نمیکنن. این اقدام به نظر من نابخردانه و ضد ایرانی رو اینها محکوم نمی کنن، وگرنه که باید می اومدن و این رو محکوم می کردن. خیلی واضحه در ارتباط به خاک ایران دارن صحبت می کنن. سکوت در این رابطه خیانته. این اولیشه. می بینیم چه نیروهایی، حتی نیروهای ملی مذهبی سکوت می کنن و نمیان محکوم بکنن. و حالا امروز این 5 تا گروه جمهوری خواه گفتن، یه بیانیه دادن، باز جای شکرش باقیه، باز خوبه در همین حد هر کسی که واکنشی نشون بده. به نظر من بیانیهشون بد نبوده، به خاطر اینکه دیگه حملاتشون رو به شاهزاده رضا پهلوی نمی‌کنن. حالا نکته جالب اینه، مشتی بیوطن و ضد ایرانی این وسط میان و از اولیش رجوی میاد نوک حملهشو جرأت نمیکنه به اسرائیلیا حمله کنه، چون از تبعاتش میترسه، نوک حملهشو میاره میذاره رو شاهزاده رضا پهلوی. گوی شاهزاده رضا پهلویه که بیانیه داده برای تجزیه ایران، و بعد میاد ایشون رو محکوم میکنه. ای بابا، شاهزاده رضا پهلوی سفری داشته به اسرائیل و حالا عده‌ای در پاتک همراه با فرقه رجوی، همراه با سیستم امنیتی ایران، همراه با دشمنان ایران علیه ایشون دست به ابتکار عملی زدن. این رو باید بهش توجه کنیم. یک، رجوی میاد اینجا یقه درانی میکنه و بعد خشم خودش رو بیرون میریزه و این نشون میده اون سفر تا کجا به اینها فشار آورده. رجوی که همه سرمایه‌گذاریش روی عربستان بوده و در واقع نزدیکیش به عربستان هست، سکوت میکنه در مقابل اینکه عربستان در ایران سفارت باز کرده، عربستان در ایران روابط نزدیک با رژیم در صدد ایجادش هست، و یا دیپلمات‌های رژیم که در خارتوم گیر افتادن رو عربستان نجاتشون میده و بعد با اون استقبال به عربستان میبره و بعد به ایران میفرستن. و همه این اقدامات جلوی چشم ما داره صورت میگیره. فرقه رجوی که جیرخوار عربستان بوده و شیوخ عرب بوده در اینجا سکوت میکنه، و بعد نکته جالب توجهش اینه که میاد نوک حملهشو میذاره رو شاهزاده رضا پهلوی. چرا اسرائیلیا یه دیر نماینده اسرائیلی چرا همچین بیانیه‌ای رو داد؟ همه اینا حساب میکردن روی 32 نماینده که آب رفت شد 25 تا. از اون ور آقای ما میبینیم تغییر روزبه رو. خب آقای تغییر روزبه هم میاد، البته خب ایشون اسم مستعارش تغییر روزبه و زین العابدین حقانی یا زینل اسم اصلی ایشون هست. پدرشون اون مدرسه حقانی روحانی بود، آخوندی بود که مدرسه حقانی رو درست کرد که خب بعدها تبدیل شد به مدرسه جنایتکاران و مدرسه حکام شهر، مقامات امنیتی و کسانی که امروز دست در خون ملت ایران دارن. آقای ایشون میاد از یه طرف دیگه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی، مقالش رو میتونید برید بخونید، خیلی واضحه، خیلی روشنه که این دشمنی که ایشون خرج میده. و در هر صورت و اینکه حالا یاد فلسطین میفته و فلسطینی ها و این داستان. نکتش هم من خدمتتون عرض کنم، آقای تغییر روزبه ایشون همراه با احمد رضایی بودن در سال در بهمن ماه سال 50 در غرب تهران، جنوب غربی تهران، که درگیر میشن، سر قراری بودن درگیر میشن با نیروهای شهربانی که محاصره کرده بودن محلو، و احمد رضایی خودش اونجا خودش رو تسلیم میکنه. وقتی میرن اون رو دستگیر کنن، نارنجکش رو میکشه، 7-8 نفر کشته و زخمی میشن. ولی نظام سلطنتی این آقای تغییر روزبه رو که شخصا اقدامی انجام نداده بود در اون ماجرا، ایشون رو به زندان محکوم میکنه. حالا شما فکر کنید این فرد هنوز دست از دشمنی هاش بر نمی داره. حالا اشکالی نداره، آدم میتونه، هیچ مسئله هم نداره با نظام سلطنتی مخالف باشه یا در هر صورت یک نگاه سیاسی داشته باشه، اما این نوع دشمنی ها با این نوع سوابقی که عرض کردم و در اصل واقعا جای تعجب داره. یه مقدار آدم به خودش فکر میکنه اینایی که اینجا وسط افتادن، چلو افتادن،
بعد نگاه کنیم ببینید چقدر عرق ملی داره، چقدر عرق میهنی داره، و این مسئله است که به نظر من خیلی خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم. بخش دیگه از نیروهای به اصطلاح ضد فلسطین یا ضد اسرائیل یا مدافع فلسطین، این وسط همه اومدن و نوک تیز حملهشون رو باز رو اسرائیل نداشتن، نوک تیز حملهشون روی رضا پهلوی که اصلا ربطی به این ماجرا نداره. خب آقایون شما مخالفین، حق داری، درسته، خوبه، اما لاغر در جایی که ایشون ربطی نداره، تازه ایشون محکوم کرده، تازه ایشون در مقابل این خیره سری ایستاده، لاغر اینقدر انصاف داشته باشید، جایی که ربطی نداره پای او رو وسط چرا میکشید؟ یعنی شما بلا سیاسی نمیفهمید چرا این بیانیه اومده بیرون؟ یعنی شما بلا سیاسی نمیفهمید این بیانیه و اون کسایی که پشت این بودن برای تضعیف موقعیت رضا پهلوی و سفر موفقیت آمیزش به اسرائیل چنین تحرکاتی رو کلید زدن، شما اینا رو متوجه نمیشید؟ خب اگه اینو متوجه نمیشید دیگه چه ادعای سیاسی بودن میکنید؟ چجوری میخواید مسائل قامز دنیا و ایران و نمیدونم مبارزه رو شماها درک و فهم کنید؟ پس این نشون میده یک ضدیت کور هیستریک هست که حتی منافع ملی رو نمیبینه، حتی منافع مردم ایران رو نمیبینه، فقط و فقط خودش رو میبینه و اینکه من در دشمنی کورم تا کجا میتونم پیش برم. این مسئله بود که به نظر من موضوع سفر شاهزاده رضا پهلوی رو ما در کنار این بیانیه ضد ایرانی و ضد ملی داشتیم که خب حالا خوشبختانه مبتکرینش عقب نشینی کردن و یه بیانیه 6-7 امضایی باقی مونده.